bacias. خورد کجا بیارم خو؟ من میگم خورد بده آقا، خورد بده. اولی که سوار شدم میگم خورد بده، اینا رو باید پیاده شده به من ازری ازری میده. ولی کارت تو خودم من. یا چی میخوام دعوا نکنیم یا چی میگین؟ آقا آقا پول خورد نداری به من بدی؟ چی؟ پول خورد نداری 300 تومن به من بدی؟ نه ندارم. همین بغل پیاده میشم. خورد بدی یا خورد چی نره؟ خورده بابا، پولو ببین، ای بگو خورد بده، خورد بده. میگم خورد نرم، تو هم از که تنت میخوره. از جوری سم جا شده به یکی زنی که سم و من افتخار کردم به جمعه که حبیب زنی میگم که شما اعصاب مصاب برات نمیذارن این مسافرهایی که خورد ندارن هی پیاده سوار میشن ها، ولی ارزش نداره به خاطر 2300 تومن اعصاب خودتون رو خورد کنیم. حیف نیست جوون به این خوبی. البته میدونم ها سخت مسافر پیاده بشه سوار بشه، ترافیک هست، زن دارین، بچه دارین. چند تا بچه دارین؟ بچه هم کجا بود؟ چه این ننه دارم که از 100,000 بچه بدتره. ولی یه ذره به خودتون مسلط بشین، اصلا دنیا ارزش این همه اعصاب خورد کنی رو نداره. خیلی شما جوون رعنایی هستین ماشاءالله. خیلی خوشحال شدم دیدمتون. ببخشید شما لطف کنین همین کنارا منو بغل کنین، همین بغلا من که پیاده میشم، دستتون درد نکن. ممنون. چقدر دارم خدمتتون؟ شما با اون مردی که سوار شدی دیگه 300 تومن. ای آقا قابلی نداره بقیهش باشه خدمتتون. شما تا لریم سر همین دعوا میکنم با شما هزاری میدی من خوردم کن. بفرمایید. خیلی متشکر، دستتون هم درد نکنه. در ضمن اعصاب خودت هم اینقدر خورد نکن، لبخند بزن با اجازتون. باره شو ببینم خوبی که حالا شلوارت کتت بود رو فونه میشه. میخندی؟ بنده دور این لگنه تو. لگه اون قیافه قناس طرف دهنت بفهم. به من میگی قناس؟ شهربان من جهر خود دورتو داری میخندی؟ آره؟ سه که تا سهنه چه بازی نشه. کی میگه من به آدم می اگر رو با من یکی میدارم آیا قطعه دل ما باشه نمیگی دست تفیر سر داره فقط آدم قدم هاشو باید سنجیده برداره. اگر چه ممکنه راهی پر از دیوار و صد باشه کسی پیروز میدونه که بازی رو بلد باشه. تو یک شب میشه باور کن بری ست سال فردا رو اگه فکر جا
جوون باشه باهاش میسازی دنیا رو، باهاش میسازی دنیا ما رو. بینندگان عزیز، بالاخره انتظارها به سر اومد و دقایقی پیش هواپیمای حامل مهندس مسعود جهانشیر، مبتکر اولین انژکتور کم مصرف در جهان، در گاند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی به زمین نشست. ایشون بعد از 15 سال به کشور عزیزمون برگشتن. از ذهن فهمید تا از گیت خروجی عبور کنن تا گزارشی جذاب برای شما عزیزان تدارک ببینید. بعد جایش پاره شده، یعنی معلوم میشه؟ یه کارش میکنم معلوم نشه. بله، در خدمت مهندس مسعود جهانشیر هستیم. همونطور که خدمتون گفتم همین الان در گیت خروجی عبور میکنن و بنده به استقبال ایشون میرم. خیلی خوشحالم که به میهنم اومدم. یه چیزی بگم باورتون میشه؟ چی؟ این دعاش منه. خیلی در عرصه سوخت معذرت میخوام مهندس، شما میتونستید این فناوری در خارج از کشور به بهره برداریستون. چی شد که برگشتین ایران؟ این که تو تلویزیونه دعاش منه. من دوست دارم که هر کاری که از دستم برمیاد برای کشورم انجام بده. مسعوده. بله. اون وقت من مطمئنم که این سفر سفر لذت بخشی برای شما. تمومه. بله ببخشید. برو بپوش ببین خوب شد. من مزاحمت نمیشم. تقریبا. تموم آقا. تمومه. پیدات میکنم نامان! همکاران را نشانه میکنن گزارشی رو که از ورود مسعود جهانشیر به کشور عزیزمون تهیه کردن آماده پخشه. پس با هم دیگه میشنویم صحبت ها و حرف ها جمعون برمند. خانم میشنویم؟ یه آقایی که داره تو رادیو حرف زده رو داشت مانه. خب چیکار کنم؟ یعنی واسه تو جالب میکنم؟ بابا منه که الان دارم با سرف کشی میکنم سواری تاکسی هم شما دارم دارم داره قفو جاهاش هم انجلتر ترکونده اومد عروف شده اومد دارم یاد دارم تهرون اومده دارم دارم ماش مفاهمه میکنم نمیشنوی؟ آقا اونجا رو میبینی؟ کجا رو؟ اونجا با چیکار کنم؟ اونجا مغازه داداشمه. باعث افتخار مهندس. بله. باعث افتخاری ما. متشکرم. از این به بعد به هر چیزی که احتیاج داشتی به این دو نفر میگی تا برات مهیا بکنم. خیلی ازتون ممنون. من واقعا نمیدونم چه جوری از شما تشکر کنم. اجازه بدید من شما رو در آغوش بگیرم. آخه. جناب مهندس سادتی، واقعا در حق من پدری کردین. از لطف شما خیلی ممنونم. محبت کردین. این چه حرفی میزنی مسعود جان؟ من که کاری نکردم. اگه تلاش و پیگیری های شما نبود شاید اصلا نمیتونستم ادامه بدم. خیلی خوب، حالا بفرما بریم. اگه اجازه بدی جناب سعادتی، من با یه تاکسی میرم. درسته 10-15 ساله نبودم ولی راه خونم رو گم نکردم. باور کنید تو این سالا برای همچین روزی لحظه شماری کردم که زودتر مادرم رو ببینم. باید دست اون مادر رو بوسید که یه چنین پسری تربیت کرد. ممنونم. ولی مسعود جان، ما تو شرکت برات برنامه ریزی کردیم، یه مراسم رسمی در نظر گرفتیم، ضمن اینکه بهترین مهندسین مکانیک این مملکت منتظر دیدن تو هستن. قول میدم بعد از ظهر برگردم. برو یه سر به مادرت بزن، اما بیا برو تو آپارتمان خودت استراحت کن. این کمترین پیشکشیه که میتونم به تهدیه کنم. جسارتا من مشایعتشون میکنم.
فقط میتونم بگم از اعماق وجودم ازتون ممنونم. خیلی خوب. من سنوبری و یکتا رو میفرستم دنباله تا برد گردونم. خیلی خوب دیگه. حالا بفرمایید. در خدمت شما. با اجازتون من برم اتومبیل آماده کنم. جناب سعادتی خیلی عذر میخوام. اگر ممکنه من میخوام یک بار دیگه خواستم رو تکرار کنم. خواهشان اجازه بدین من تنها برم برمیگردم. مسعود عزیز تو این سالها تهران خیلی تغییر کرده. اگه نتونیم پیدات کنیم کار شرکتمون تمومه. خواهشان اجازه بفرمایین. قول میدم برگردم. باشه. ولی منتظرتیم. ممنونم. سپاسگزارم. وسایلمو بردن. تاکسی بگیر من میفرستم تو تاکسی. خیلی ممنونم. میفرستم. خیلی بسمون. ممنونم. به سلامت. منتظرم. متشکرم. سنوبری. سنوبری هستم واسه. ممنونم سنوبری. آینده باشی. قربان شما. خدا قربان شما. خدا حافظ. خانم داشت بزغنش برو بابا خوب بزن نمیخوام خوب بزن خوب دست هستن دست هستن بابا چطور تو هم اومد اینجا دست دادی به این بسطه نوکره تا تلویزیون دیدی؟ تلویزیون کجا بود بسط خیابون بابا تلویزیون ها جاهاش همه نشد تلویزیون غلام هم آقا ماشالا بابا داداش هم داری؟ بابا تلویزیون نگاه کن داداش هم بابا چی میگی تو از دست دست من چی کار کنم؟ کردی؟ باز رفتی سنگ زدی به شیشه؟ خب بابا چیکار کنم؟ صدات میزنم جواب نمیدی. سوت میزنم جواب نمیدی. ریگ زدم جواب نمیدی. یهو دستم اومد یه پاره آجر زدم شیشه شکست. فکر کنم سر دایی هم شکست. وای روانی. اون الان خون به پا میکنه. ببین اگه یکی من نکنه. سلام من کیانی. ببین یه کاری دارم داشتم میخوام بگم. مسعود برگشته. الان میام بهش میگم. آخ یه دقیقه بابا. ببین تلویزیون دیدی؟ مسعود برگشته. تو نمیدونی من چه روزایی میرم سر کلاس خیاطی؟ اونجا تلویزیونی هست. بابا من نگاه کن آخ بابا کجا داری میری؟ میگم به جون ننم به جون منصور مسعود برگشته داشت تلویزیون نشونش میداد. ببین برو اینجا وای نسو که اگه الان بابا بیاد ببینه زنده نمیذارت تا. الان چند روز گیر داده میگه کی سنگ میزنه به شیشه. برو اینجا وای نسو. بابا مگه خلاف کردم منو نگاه چیکار کردم مگه؟ خب به شیشه خونه داییم سنگ میزنن. خونه داییته؟ خونه دایی زنگ داره. به جای اینکه این عصر حجر بیای سنگ بزنی به شیشه برو سر کاری چیزی بتونی پول تلفنتو بدی که چند ماه قده. دست پا چلفتی دست درد نکنه هکی خانم دست درد نکنه تقصیر منه اگه همه محل با یوران نخریدم بازه مسعودی ها ماجی مسعود اومده بازه بابا ننه مورد توجه دو فروند قایق تانکر بزرگ دریایی قرار گرفت با خوشیاری و اقدام به ماده تکاوران نیروی دریایی ارتش بدون هیچ آسیبی مسیرش را به سوی خاور دور ادامه داد. بزرگ دریایی هم پس از تیراندازی تکاوران نیروهای دریایی یعنی زمان بنزین تموم کردی ماشینت خراب شده خبرت یا دعوا شده بازم خدایا من از دست این نجات بده پشت تو دختر خوب داشتم دارا نداشتم نانه میگم مسعود اومده مسعود میگم مسعود دیدی تو تا
میکنی؟ مسعود داره قرآن، مسعود داش نگام، مسعود از اون بعد با هواپیما اومده ایران. کجا؟ مسعود اومده. الهی مادر قربون اون قد والات بره، ننه که اومدی ننه تو ببینی. ای خاتون سرت کنن بی ارزه، آخر نتونستی قبض تلفن و پولشو بدی که این تلفن وصل بشه. صبح تا شب، شب تا صبح گوشی دستش ور 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 ور. مردم بچه دارن، ما هم پسر بزرگ کردیم خیر سرمون. خدا برت داری شلو، ای مادر فدات چه فدای اون قد و بالات بشه ننه. الهی قربونه اون پوست تخمه ها رو نریز اونجا، ذلیل مرده. میوحشی آقا، میخوای چم تو رو بیارم تو خونه؟ میبخشید آم پول ما رو نمیخواییم بدین کرایی رو؟ بفرما قلطه ای زیادی خوشتیم کردی، نکنه میخوایی بری خواستگاری؟ منم قربان بشیم بابا. باز میخوام چقدر با تقدیم کنم؟ تلفن حالا اگه واسه تو خیلی میشناختی. چی؟ هیچی هیچی، کارتو کن. لابی قربونت برم مادر. کجا؟ بابا زهرم ترکی زنی میزنن خواه. خدا برد داره، نمیدم چی میگه زلیل مرده. مادر قربونت بره، لاهی ننه با اونقدر بارا. اجازه بدین شما رو در آغوش بگیرم. خواستی خبر بدی مادر یه اسفندی دود کنم، درد و بلات بخوره تو سرم ننه. یا الله، الهی فدات شم. آقا این پول ما نمیخین بدین؟ الان میام خدمتتون. ای بابا داداش، من پول ایرانی با هم نیست، اگه ممکنه کرایه تاکسی رو حساب کن. چشم مادر، بگو دوستت بیاد تو، از خارج اومدی، بگو بیاد تو ننه. نه این دوستش نی، این همون راننده است که داشت خارج آورده. چی میگی تو؟ هیچی راش میندازم. شما برو داداش، شما برو تو، من آقا راش میندازم. بفرما خوش بیا تو ننه. خوش اومدی قرمون قدمت. الهی درد و بلات بخوره تو سری منصور بیار و بیکار. ننه اذیت میکنه، خونمو کرده تو شیشه. ننه یه ریز با لات و لوتا میاد اونجا اتاقشه، نگاه نکن. ای عکس میچسبونه به دیوار، ای کارای بچه دو ساله رو میکنه، خجالت هم نمیکشه. نگاه کن پوست تخمه ها رو خورده، ذلیل مرده، همه رو ریخته اینجا. ولش کن حالا، قربون قد و بالات برم، دلم برات یه ذره شده بود ننه. قربونت برم. خوبی خودت؟ سلامتی؟ با. اونجا درس میخونی؟ بله، زن درس نگرفتی؟ یه بشین مادر. نه چی؟ بشین. نه زن نه، با اونجا درس میخونیم فقط. برو بشین، خسته میشی. بیا ننه، بیا تو هم بشین.
برات زن میگیرم. الهی قربونت برم. اگه بدونی چقدر چشم به این در بود، صبح تا شب، شب تا صبح چشم به این در خوش شد که تو بیای. قربونت برم الهی، ببینم خودتی اومدی. الهی قربونت برم. ننه از اونجا چه خبر؟ هیچی ننه، اونجا دلم برات پر میکشید، خیلی دلتنگت بودم. خوبی؟ الهی قربونت برم مادر، الهی فدات بشم مادر. مادر یه سورپرایز دارم برات، یه سوغاتی. چی گفتی؟ ببین همونی که قولشو بهت داده بودم. اون چیه؟ سمعک دیجیتال. مثل اون سمعکای قدیمی نیست ننه، این خیلی کوچیکتره، خیلی هم راحت تره. اینجوری میذاری تو گوشت، من تنظیمش میکنم، میذاری تو گوشت دیگه حتی صداهای آروم هم میشنوی. بیا بذار گوشت اینو. الهی قربونت برم که یاد مادرت بودی. الهی دست به خاک بزنی طلا بشه ننه. آره عجله نکن. خوبه سوت میزنه. خیلی خوب، دستتو بردار، دستتو بیار پایین. خوب چطوره؟ سوت میزنه. قطع میشه الان، قطع میشه الان. به من بگو صدای منو میشنوی؟ آره. خوب صدا تو میشنوم. خوبه الان چی ننه، میشنوی؟ آره ننه. چه خوب. خیلی خوب خیلی خوب. الان چی میشنوی؟ آره ننه صدا تو میشنوم. ننه یه 30-40 تومن بده بدم این راننده تاکسی بده. چی کار میکنی دیوانه؟ ای بابا، حالا که دیگه داشت تو پیششی باز ما یه کاری کردیم. خیلی خوب خیلی خوب الان درست میشه، الان درست میشه. درست شد دهنش با امون. ساش خیلی ممنون. آه الان دلار چنده؟ عجب بدبختی گرفتاری ما بابا. ما چه میدونم، من ما صراف کن چه بینیم آسه اتاس با نهر بلا مستانشی داره بردی منصورشون دواز نه دادش خیال این شما بفرما کن سلوار خوشگلت کو رفت خواستگاری اومدی؟ آره للا شما دارم ننت گفت باید دو ترمت مونده درس بخونی. خدا نارد نکن، شب میان پید داریم قلیون بزنیم. بارو آم بخندی پول ما نبده؟ چه؟ پولمو بده. آقا داریم حرف میزنیم. چی می تو فکر من بابو هم؟ از فروگاه مهرآباد تا اینجا 40,000 تومن نیا کن. من با همین قدری تو کف خیابون مسافر کشی میکنم یه عمره. هم مهرآباد میندازی آزادی، دار میزنیم یه انقلاب، حافظه میای پایین کوچه پس کوچه تش ده دقیقه اینجا 3 تومن. تو با این تاکسی 1,200 تومن میشه. صحیح کن. چی داری بری خودت میگی؟ مهرآباد؟ نه فرودگاه ترمینال جنوب. ما از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی اومدم تا اینجا. پول ما بده. دو دقیقه دیگه به ایستم اینجا میگی ککام از عراق بلند شده اومده. فرودگاه بفرما. دست درد نکنه. خاکتون سرت بکنن. آه همه شما با داد میزنن. سلام قربان. بله قدم به قدم. یه وقت دلخور نشن. ملوصف صحیح و سالم رسیدن منزل. میخوان مادرشون رو ببینن. به محض اینکه کارشون تموم شد مشایعتشون میکنیم تا آپارتمانشون. بله درست. چیه؟ شوقیانه؟ نه دلشون برای مادرشون تنگ شده. مانده زوغیانه. خواهش میکنم. شرفیان بود باهاش کار دارم. لطفا علی مستدام. طاهریانه. پاینده باشه. خیلی سماواتیانه. خدا نگهدار. خدا. مرد حساب چی میگی؟ دارم فکر میزنم دیگه. شرمنده. اتموسفر رو من سر گذاشته بود. ببخشید. تو حکمت خدا موندم.
دو تا آدم تو یه روز دنیا بیان، از یه ننه بابا یکیشون مثل تو لات و مفخر و بی سر و پا، یکیشون درس خون و سر به راه و پولدار، خاک بر اون سرت کنن، دارم با دیوار حرف میزنم، ذلیل مرده. یه عمره داری حرفا میزنی، بابا انقدر تعبیر قائل نشو، انقدر بین ما فرق نذار بابا. چه برای من اصلا کردی؟ دست نزن. جش دست نمیدارم. حالا نگاه کن این خط، این نشون، اگه یه روزی چمدونم ور نداشتم این خونه برم و دیگه بر نگردم، که میگه بری که الهی دیگه بر نگردی، آخ بری که الهی دیگه بر نگردی. رنگ 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 بری که الهی دیگه بر نگردی. ایانه دست هزن گفتم. چل چل چشم، این واسه آقا مهندسه، کفت واسه منه، میگو واسه آقا مهندسه، اشکنه واسه منه، خورمه واسه مهندسه، غذا بدا مال منه. مهندس داره درس میخونه، ساکت باش. مهندس داره فکر میکنه، ساکت باش. برو بیرون بذار مهندس راحت باشه. خب معلومه نتیجهش میشم من. چی میگی با خودت؟ ایچی با ایچ. ببین برو تو کمد، اون حول آبیه که واسه مسعود جانم خریدم ورد و بیار آویزون کن جلو هموم، خودشو خوش کنه. برو میدونم تو کمد بغل گزا باشه. نه حرف نزن، برو. چرا دوباره این لباس ها رو پوشیدی مادر؟ برات لباس راحتی گذاشتم. بیا بیا تو مادر. بیا مادر یه کم میوه بخور بذار گلوت تازه شه. بیا بیا ننه.
بیا بیا تو ننه. الهی مادر قربون اونقدر بالات بره ننه. بیا بشین بیا بشین قربونت برم. خوش آمدی. چرا ننه لباسات عوض نکردی؟ اینا رو دوباره پوشیدی؟ برات لباس گذاشتم مادر. بیا پاشو برو اینه بپوش راحت باش بتونی قشنگ بشینی. بیا ننه. نه زیر شلواری لازم نیست مادر. ما در خارج بعد از حمام به سر کار می رویم. یادم رفته بود که اینجا ایران است و خارج نیست. الهی مادر قربونت بره. بیا ننه بیا بیا خودم میوه بخور. بذار گلو تازش. دست شما درد نکند. به 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 خیار ایرانی. بخور ننه. چه رنگی چه بویی. مادر چرا خبر ندادی که میای؟ واسد اسفند دود کنم. چرا مادر من خبر دادم، تلیف زدم تلفن، ولی شما جواب ندادی. این ذلیل مرده پول تلفن رو نداده قطع ننه. نمیدونم از دست این چی کار کنم. مادر جان من از خارج یورال‌های پول خارجی فراوانی آوردم، زیاد. همش برای تو آوردم که قایم کنی، خب؟ ولی الان پول ایرانیم ندارم. شما از پول‌هایی که داری 50,000 تومان به من دستی بده. من به محضی که دلارهای خودم را ایرانی کردم چند برابرش را به جان خودم به تو میدهم. باز قایمش کن. تمام اون پولاییم که هر ماه برام میفرستی گذاشتم تو بانک دفترچه. دفترچه بانک. پولایی چی میفرستاده؟ اون پولایی که فرستادی همه رو دفترچه است گذاشتم تو صندوق. کلیدش هم قایم. این زلیل مرده. همان پولهایی که من از خارج فراوان میفرستادم. آره ننه گذاشتم واسهت زن بگیرم خونه بخری انشالله. خیلی خوب دفترچه کجاست؟ اون نفهمه زلیل مرده. او رو ول کن مرد. تو صندوق چست کلیدش رو قایم کردم. کلیدش کجاست؟ قایم کردم میدم بهت ننه. نذاری اون بفهمه. ول کن نیست. خب مادر تو به من اعتماد کن. من در همه ایران و خارج خیلی پول فراوان دارم، آبرو دارم، همه به من احترام میگذارن. خب تو پول را به من بده، من تو را به بالا شهر میبرم. اینجا چیست؟ در ویلای بزرگ که دریاچه دارد، قایق دارد، در آن سنا جاگوزی هست، همه چی شنا کنی، غذاهای خود، کلفت، نوکر، اینها را... پول... صبر کن، صبر کن. پول در این هست؟ آره ننه. در کمد است. آره. خیلی خوب مادر تو فعلا در همون کنار قایق و اینها بمان، جایی نرو، دست به پولهام نزن. خب من برم زنگ میزنن. خب در را باز کنم برگردم. تا من میایم 100,000 تومان به شمار باشد. باشه قربونت برم الهی. دستت درد نکنم. نذاری اون بفهمه ها. ولش کن چشم. برو من آمدم موز بیاور. موز. سوهان بیاور. موز. برو مادر. برو قربونت برم. سلام جناب مهندس. سلام. چطور عرض کنم؟ به مهندس سعادتی هم گفتم ممکنه شما دلخور بشید. دلخور از چیه؟ این که شما رو تعقیب کردیم تا تشریف بیارید منزل مادرتون. مهندس سعادتی هم بارها تماس گرفتن، گفتن اگه شما مادرتون رو دیدین بریم به آپارتمانتون. کجا؟ آپارتمانتون. ها؟
آپارتمان چیه؟ آپارتمانتون. آپارتمان نه، من آپارتمان داره. بله بله، شما آپارتمان داره. اگه این لات و لوت های محلن با این پسر کار دارن بگو برن گمشن، و الا میام هرچی از دهنم در میادشون میگم. مادرمه. نه مادر، اینا دوستا من، همونایی که از خارج که اومدن من آوردن داخل، اینا تریپشون بالاست. من میرم شب بر میگردم. جسارتاً شب و جای گل ندین. مهندس سعادتی امشب کنفرانس مطبوعاتی براتون ترتیب داده، از تمام شرکت‌های خصوصی تولید قطعات خودرو هم دعوت شده. کیان اونا؟ گفتم کیه دم در؟ رنه؟ ننه، میگم اینا دوستا من، باهاشون میرم برمیگردم. جناب مهندس خواهش میکنم تشریف بیارید دیگه. چشم. کیان؟ آی بچه جان کیان؟ ننه، اینا دوستا من، میرم شب دوانه بر میگردم. خب جناب مهندس، نظرتون در مورد تهران، شلوغیش، ترافیک؟ خوبه، خدا رو شکر خوبه. خوبه؟ یعنی شما شلوغی رو دوست دارید؟ شلوغی که والا نه، شلوغی چیز خوبی نیست ترافیک و اینا. یعنی منظورم اینه که لامعصب این ترافیک تهران اعصاب آدم رو خورد خاکشیر میکنه. جسارتا مهندس، اونجا چجوری بود؟ ترافیکش به شدت بود؟ آروم بود؟ شلوغی نه، البته موقع هایی که طرح زوج و فرد رو اجرا میکردن یه ذره راهبندون و اینا کمتر میشد اونجا. چه جالب، یعنی اونجا طرح زوج و فرد هم داره ها؟ بله بله. حالا یه چیزی بهتون بگم، شاید خیلی برای شماها که در ایران هستین جالب باشه. یک کار خیلی خوشگلی کرده بودن لاکردارا، اومدن یه روزایی رو گذاشتن که هم زوج میتونه بیاد بیرون هم فرد، که این خیلی خودش مثلا تشکر داره واقعا. مهندس واقعا شوخ طبعیتون کشنده است. نوکرتم. خواهش میکنم. چیز کن تونتر، برو برو یکم تونتر بریم. مهندس گاز بده، همینه به پیچ، همینه بری تو. ماشالله مهندس بعد 15 سال تهران چقدر خوب یادشون مونده. بله بله، من خیلی حافظم خوب، خدا رو شکر در رفته. مهندس اینجا کوچه ها تنگه. بله، ولی اونجا کوچه ها خیلی فراخه، به طوری که دو تا شاستی بلند به راحتی در کنار هم عبور میکنن، انگار نه انگار. مادر جان، مادر جان، مادر جان، شما لباسای منو ندیدید؟ مادر جان لباسای من اینجا آویزون بود، شما ندیدید کجا بردی؟ خجالت بکش بی شعور، برو لباساتو بپوش ذلیل مرده، خجالت هم نمی کشه. وایسه ببینم، وایسه ببینم، این مال داداشتو پوشیدی؟ خاک بر اون سرت کنن، برو برو لباستو بپوش. مادر این مال خودم، لباسای من اینجا. حرف نزن. چش چش، برو تو. چش چش، برو تو، برو تو، خدا ورت داره. ذلیل بمیری الهی، خاک بر اون سر نیاقتت بکنن. واسه من آدم شده حالا میره هموم. Thank you.
خرابی اومدن دم در ورش داشتن. بله 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 کیه؟ دایی جان تشریف بیارین انشالله خدا قسمت کنه. ببینید مثلا حالا قابل توجه شما میگم، مثلا اونجا شما هیچ راننده‌ای پیدا نمی‌کنید که زانوی چپش خراب باشه، چون همه ماشینا دنده‌هاشون اتوماتیکه، کل سیستم ماشینا هیدرولیکه. جدی میگی؟ بله خیلی جالب. بسیار تو اصلا بحث خیلی باحال جامندس، مثل اینکه بدجوری تحت تاثیر حال هوا اینجا قرار گرفتی. ای 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 مهندس، دست رو دلم نذار که خونه. آخ آخ ایران ایران، الهی من قربونت برم جانم. آفرین مجددا باید درستون برسونم، بسیار بسیار باید مراقب باشیم که از شرکت های رقیب رو دست نخوریم. بله موقعیت بسیار دهشتناکه. مهندس سعادتی هم بسیار در این مورد تاکید کردن که این شرایط حساس رو شما درک کنید. گول این شرکت های رقیب رو با این پیشنهادهای اغوا کننده شون رو نخورید، چون ممکنه طرح رو به تولید انبوه برسونن. فقط خواهش میکنم مراقب باشین. مراقب حواسم جمعه، تخت تخت راحت بشه، چون الان موقعیت بسیار لابیرنت. چیه؟ لابیرنت دیگه، تو در تو در دو لابیرنت. مثلا اومدم ایران یه جوری یادم رفته. ببخشید جناب صنابتی، من به معنی که ورود کردم به فرودگاه ایران دست دادم به جیبم، دم ای داد بر من، یعنی من یه ریالی پول ایرانی نیاوردم. گفتم اگه میشه، اگه امکانش هست یه 30 تومان دستی به من بدید، من کنج میکنم جون ننم برمیدم. مهندس خواهش میکنم، من شرمندتونم. چشم دارم، البته کمه، خوب شرمنده. بفهم این چقدره؟ 500 تومن. 500 هزار تومن؟ کمه؟ نه بابا چه خبره مهندس، من فقط 45 تومن برمیدارم دستی. خواهش کردم آقا، نفر آقا نفر بجا خواهش میکنم. 500 هزار آقا، من 500 هزار تومن برم لازم نمیشه. خب خواهش 500 تومن. بیشتر از این دیگه خجالتمون ندید، ما توی فرودگاه میبایست به فکر این قضیه میبودیم. عذرخواهی میکنم مهندس سعادتی، انقدر از شما تعریف کرده بودن ما هیجان زده شده بودیم، فراموش کردیم پول ایرانی خدمتتون بدیم. ببخشید مهندس سنوبری. چه سنوبری هستم؟ سنوبری جان، این جلوتر سر پول یه ساندویچی هست که سوسیس بندری های فرد اعلای درجه یک میزنه، یعنی یه بار بخوری دیگه هر روز هر شب مشتریش، فقط خدا کنه نبسته باشنش. من میگم بریم اینجا نفر یه سوسیس بندری مشتی با نون اضافه بزنیم جیگرمون که جلا اومد، بعد بریم سمت زندگیمون. جسارت نباشه مهندس، آخه سوسیس بندری که ما تو هتل حسابی منو آماده است. رسیدیم یه دقیقه بده بغل، بده بغل، رد نکن آقا. بله چشم چشم یه لحظه چشم نه نه رد بکنی که مکافاته. چشم چشم بفهمید جمع. آخه ببینید جناب مهندس، من از دو جهت هم نظر امنیتی هم نظر آقای مهندس،
ببخشین جناب یکتا، لطفا پیادش. شما بفرمایید. خواهش کنم. خواهش کنم. جان من بفرمایید. شما بفرمایید. خواهش کنم. سلام علیکم. سلام بفرمایید. آقا همه چی همون جوری که پیش بینی کرده بودی داره پیش میره. مهندس جهانشیر رو از خونه ننش دارم میارم به سمت آپارتمانش. تا آماده بشه واسه کنفرانس شب. مادرش تنها زندگی میکنه، عموی، عمه، خاله، هیچکی با این پیرزنه نیست. با داش دوغله مهندس جهانشیر زندگی میکنه. داشه هم کاروبار دو حسابی نداره. پاتوقش همش تو قهوه خونه است. موسان گیمایه. به هر حال هر طور شده نباید امشب بذاریم که مهندس جهانشیر تو کنفرانس شرکت کنه. مسلما بعد از کنفرانس قرارداد راه اندازی خط تولید انژکتور کم مصرف از طرف سعادتی با اون بسته میشه. با توجه به اعتباری که شرکت سعادتی به هم زده، کلاه ما پس مرکز. ببینم این کلاه ما پس مرکز تو کی گفت؟ فرمودن دانوا دانوا یوسونوا جنگ دنگ هو. گفتی مادر پیرش تنها زندگی میکنه؟ بله آقا. اگه خود مهندس جهانشیر رو بدزدیم، نبودنش تو جلسه امشب حساسیت برانگیز میشه. باید یکی از اعضای خانواده‌اش رو بدزدیم تا مجبور شه جلسه رو ترک کنه. دزدیدن اون پیرزنه واسه من کار سه سوته. دان دو وقت دیگه بره. سان بی دی دو نو جون گول سو چنگ بو بی سن گول آنی دانی مون سولونی سینونا. آمار داداشه رو بگیر. دوزیدن داداشه واسه ما کار سه سوته. آمار برادر دوقلوشو بگیر. لطفا علی مستد دمه شما یه خب بریم دیگه. آقا اگه اجازه بفرمایین اون بر خیابون آبزرشگاه ملسی داره، یه آبزرش بزنین بر بدن بعد بریم. مهندس من خواهش میکنم این پولو بذارین تو جیبتون، دیرمون شده، بریم. اگه بذارم این دفعه شما حساب کنی، این بار دیگه نوبت منه. خب به نور نگاه کن. آها قشنگ با چشمات دنبالش کن. خوبه. خب خوشبختانه اتفاق خاصی نیفتاده. یه زخم کوچولویی که اونم پانسمان شد. فقط یه مقدار استراحت بکنه که حالش بهتر بشه. با اجازهتون. آقای دکتر در این ور شما بهتر که یه مقدار به اعصابتون مسلط باشین. خدایی نکرده اگه ضربه رو محکم‌تر زده بودید این بنده خدا الان زنده نبود. با اجازهتون. آقای دکتر در این وره. در زن احتمال داره به خاطر ضربه و شوکی که بهش وارد شده یه چند ساعتی نتونه حرف بزنه. اصلا جای نگرانی نیست. با یه مقدار استراحت حالش خوبه خوب میشه. خداحافظ شما. آقای دکتر در این وره. من یه مسکن قوی بهش زدم که یه مقداری بخوابه. اگه احیاناً یه مقدار طولانی شد خوابش اصلا نگران نباشید. چیز طبیعیه. با اجازهتون. در خروجی بلند شو بلند شو گم شو برو کپه مرگ تو بزن خدا ورد داره.
پاشو. میگم عمه جون، به سلامتی آقا مسعود اومد؟ چی میگی تو؟ میگم به سلامتی آقا مسعود اومد؟ آره ننه، چه قدی، چه بالایی، چه تیپی، خدا حفظش کنه انشالله. ننه واسم سوغاتی یه سمعک آورده بود اندازه یه عدس، گذاشتم تو گوشم، همه چی رو خوب میشنیدم. این ذلیل مرده اومد یه عربده کشید، بام سوخ، خدا ورد داره. آقا جون، ما چقدر باید بگیم که دختر به یه آدم علاف لاابالی که همه ی فکر و ذکرش قلیون و حرف مفت زدن با لات و لوتای محله است نمیدیم؟ یه دفعه یه غلطی کردیم، گفتیم با فامیل وصلت کنیم، نشد. دیگه تو در و همسایه و فک و فامیل آبرویی برامون نذاشتی. این دفعه رو قصر جسی، اما اگه یه دفعه دیگه در خونه من آفتابی بشی یا زندت نمیذارم. حالی چه؟ یه ریز به چپ تو خونه بره دل من. و بلند شو برو سنار سشه کار کن خبرت. تو هم یه چیزی بگو و قائله رو خط بش کن بری. خب لیاقت نداری دیگه، عرضه نداری. اکرم با تو هم میگم یه چیزی بگو خلاصش کن بری. عوض این که میشینی وره دل من، برو سنار سشه پول درار مثل بچه های مردم. خب مردم پسر دارن، ما هم پسر داریم، خدا ورد داریم. اکرم بگو و قائله رو ختم کن تا بری. خب راستش منم خسته شدم، من از اولشم به شما علاقه ای نداشتم. من دلم میخواد که مرد زندگیم تحصیل کرده باشه، کاروبار تمیز داشته باشه، خوش صحبت باشه، با ادب باشه، این آقا مسعود. باشو خودتا جمع جور خودتا بریم. باشو آبجی، مسعود جون که اومد صحیح و سالم بود، اینجا نمیبینمش. چی داری میگی تو؟ هیچی، میگم اگر اجازه بفرمایید ما میخواییم مرخص بشیم. آره بابا، آقا مسعود اومده، عمه گفت دوتا از همکاراش اومدن بردنش. آبجی، با ما کاری ندارید بریم ما؟ چی میگی داداش؟ پاشو بریم اکرم تا یه آجر تو سر خودم بزنم. پایین 13 پلو اندی پایین تر از لابی استخ، 5 پله بالاتر سونا، خشک، بخار و جکوزی. سیگار کنم؟ میتونید استفاده کنید مهندس. اینجا این رفیقتونی همین شونه یه دستکش سفیده؟ بله آقای یکی تا. چه نشسته اونجا؟ ایشون دارم بالا میارم. بالا واسه چی؟ بندری مهندس بفرمایید آپارتمانتون. آخ به به، دم شما گرم، استیله ها مهندس. به کلید آپارتمانتون دمت گرم. مال خودمه؟ برای خود خودتون. خود خودم؟ بله یقینم. خیلی باحال. نه نه نه، کار من نیست، مهندس سعادتی در حق شما پدری کردن. دم آقای سنوبتی واقعا گرم. من سنوبری هستم با ساد. مهندس سعادتی این لطفو کردن، کمی اون طرفتر از واحد شما میشینن. بفرمید. این کیه؟ این ساکه لباساتونه که جا مونده بود تو ماشین. ببخشید. چی شد چی شد؟ میرم بالا بیارم. Thank you.
من طلام. سلام منم طلام. چیز میگم مهندسم. مهندس دمتون گرم. واقعا گل کاشتی. همه جا بین مهندسای ایرانی حرف شماست. جدا؟ بله. چی میگن؟ همش اسم شما ورد زبونشونه. نوکرتیم، ما مخلصیم، ما که عددی نیستیم. مخلصیم؟ عددی نیستیم؟ من عاشق ادبیاتم. کدوم عددی؟ شما الان چند ساعت وارد ایران شدید؟ دیگه تو چاله میدونش هم اینجوری حرف نمیزنن. چجوری تونستیم بعد از 15 سال انقدر خوب چاله میدونی حرف بزنی؟ نوکرتم. حالم به هم میخوره از اینه که دو روز میرن اون ور میان هی کانال یک و دو عوض میکنن. نه با من خودم بالا میارن اینه که یه سال میرن مثلا این دو به اینا ور میگردن هی این یک و یک و دو اینا. ولی ما کلن اسب افتادیم. اسب که نفتادیم که باورم نمیشه. ببخشید اومدم بگم که ما چند تا واحد این برتریم، اگه چیزی احتیاج داشتین خبر کنید دیگه. ما شما تو واحد میشینی؟ بله واحد 205ین. آه واحد 205ین، پس نزدیکین. راستی این ایمیلی که برام فرستادین خیلی عالی بودن، توپ توپ بود، خیلی دوست داشتمشو. چی میفرستین؟ ایمیل دو هفته پیش برام فرستادین، مقاله و ایمیلی که برام میفرستین. آها اصلا من همین ایمیلی که میگی اصلا واسه هر کی میفرستم خدا روشو راضیه. سارشو میگم سارشو بیا بالا، بیا تو بفرما. نه 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 مزاحم نمیشم، ممنون، متشکر. شما هم امشب کار داریم، الان باید استراحت کنید. این شماره موبایلمه، شماره شرکتم پایینش نوشتم. اما شما گرم دست درد نکن، الان شما موبایل گرفتم سسویت شماره شد میدم. بله شماره موبایل رو میگم بهت میدم دیگه. آه بله بله خیلی ممنون، مخلصیم، با اجازه. خداحافظ. دیگه از این کارای تو خسته شدم. پاشو پاشو، امروز دیگه به اندازه کافی کپیدی. پاشو برو با این قارقارکی دوری بزن، هیچی تو خونه نداریم. بلند شو با تو هم. پاشو. سلام مادر. پاشو برو یه دوری بزن، یه سنار سشه بیار. شلان مسعود میاد، تو خونه هیچی نداریم. پاشو. مادر من مسعودم. مگه با تو نیستم؟ بلند شو، با زبون خوش نمیشه با تو حرف زد. میگم من مسعودم مادر جان، مسعود. چه غلطی کردی؟ تو یه موی جندیده مسعودم نیستی، مسعودم. مگه من یه خال عین همین این سمت بدنم اینجای کمرم ندارم. بیا ببین یه دقیقه، بیا بلند شو، گم شو، برو بیرون، بی شرم و حیا، خجالت بکش. بلند شو هری، هری برو بیرون، چه روی داره. یالله برا تنه لش مردشون، خودت ببره با خاله. میخواد به من خال نشو بده. بگی گم شو، بگی اینم بپوش سرما نخوری قوز بالا قوز بشه. هری بودو حتا زن، بودو برو دنبال سرنار سشه کاسبی. بیرون، برو بیرون، برو بیرون. ده منصور خان قناری کچلوار خوشگلت کو. سلام قربان.
بشین بریم. کجا بشینم؟ رو سر من. بشین ترک موتور بریم دیگه. ترک موتور؟ نه نه خیلی ممنونم. من الان نیاز به تنهایی دارم. میخوام خودو فکر کنم. یه کمی هم قدم بزنم. شما بفرمایید. پسر میزنم اون ور کلات من میارم حالا. برو نادار واسه دایی در بیار بشین بریم. آقا مؤدب باشین. میگم نیازی نیست. من اینجا راحتم. خونسار کاشون. بله؟ خونسار کاشون. من تهران. کاشون گتیر باجی اغلی. این آقا منصور ما رو الان اینطوری نبینید قاطیباتی ها. الان اصابش بوده. به جون همه مردای یکه یکه. من هزار تا رفیق دارم ولی توشون یه دونه است. خیلی خاطرش رو میخوام. انقدر خاطرتو میخوام که خدا میدونه. این آقا اصغری که میشناسی. قبولش داری؟ آقا اصغری. بله اصغری. آقا اصغری من چقدر خاطر این آدمو میخوام. ما مخلصتیم قربان. خدا پدرت تو بیامرزه. چش و چاله مایی. همین آدم که الان میبینید خیلی قاطیباتیه. دو ماه پیش جون همه مردا موتور منو خوابونده بودن. مادر حمیدگری مریض تو مریضخونه کجا شمال. آقا دو روز ماشین شما آریه داد زرد قناری و نشستیم پشتش. آقا فرمون اینطوری حمیدگری بغل دستم پسته تخم آجیل همه چی داریم میریم کجا مریضخونه شمال. آقا منم صدای زیدی ها زیاده کردم. چی داره میگه؟ داره میگه مادرم غربت چرا تو رو کرد از من جدا. مادر چایی گتیر باز روغی چطوری منصور قناری داشت تو تلویزیون نشون میداد؟ نه استاد تو فرودگاه بوده؟ نه ببین مسعود منم. اونی که نشون میداده یعنی من تو فرودگاه بودم. بیخیال بابا بیخیال. آقا اصغری یعنی کاروارشون ردیفه دیگه سکیو اینجور چیزا. یا آقا اصغری داشته چیکار کرده تلویزیون نشونش داده؟ اسکه میگفتن کاربراتوری چیزی اختراع کرده مصرف بنزین رو کم میکنه. آقا تو اصغری اوشنگ؟ نه ایشون اصغری نیستم ولی در مورد انژکتور راست میگم. ببین این انژکتور رو من اختراع کردم ولی در مورد کاهش بنزین این 50%ش هنوز به قطعیت نرسیده. بیخیال بابا بیخیال بابا دمش گرم. میگم توی این وضعیت بنزین اگه بیاد ایران رو سرشون نه اصلا رو چششون میذارن. ای خاک آلم تو سرتو کنم که هیچی نشدی. حتی قبل برو دمپره داشته بچه خنقدر آویزون ما نباشی. این تموم نمیشه. این پشت هم هی میاد برد. چشم رو نمیبینه. اگه ممکنه من برم یه ذره. آقا یه دقیقه نزم این ایشون منو ببینه. چایی گتی الان نمیبینه. آقا من برم یه قدمی بزنم. واقعا نفسم بالا نمیاد. کجا بری؟ برم قدم بزنم. من الان حالم بده. دود فضای اینجا خیلی بود. ببین چی کار داره میکنه. باشه برو بابا. باشه برو عده در نگم. بزی میدیم برم؟ آره آقا داشتم میگم. برو دیگه بابا. داشتم میگفتم آقا. ضعیف تا ما رو دید. آقا هنچین دلش قرص شد. این او سنگ. جون همه مردا لال شو اگه بخوام دروغ بگم. سلام علیکم. سلام علیکم. اشتباه گرفتم. یه چهار کلمه می‌خواستم باهاتون اختلاط کنم. عرض کردم من منصور نیستم. اشتباه گرفتم. حالا یه ساعت از وقت گرانبهاتون به ما بدید چی میشه؟ در رابطه با چی می‌خواید صحبت کنیم؟ داشتمون چه لفظ قلمم صحبت می‌کنه راجع به آینده. حالت چرا بد شد؟ بودو خیلی خوش اومدید مسعود جان. بفرمایید. اینم اتاق کار مهندس جهان شیر عزیز. اتاق واسه چی بود؟ همون خونه رو که گرفتی خب توش میموندین دیگه. این چه حرفی میزنی مسعود جان؟ من اونجا رو گرفتم که توش زندگی کنی. اما اینجا دفتر کار مهندس جهان شیره. اوکی اینجا؟ بله بفرمایید. ایول. واقعا بابات واقعا یه دانه است. اصلا کاری نکردی. برای امشب همیشه هماهنگ دخترم؟ بله بابا، بچه‌ها اتاق کنفرانس رو ردیف میکنن. اغلب هم شرکت‌های اتومبیل‌سازی خودشون زنگ زدن. یه سری هم که ما زنگ زدیم.
دست درد نکنه. آقای سنوبری. سنوبری. جانم. خسته نباشی. خیلی ممنون. یه آقای یکتا کجاست؟ آقای یکتا رفتن بالا بیارن. سوی حاضر نمیشه. خیلی خوب. یه زحمت بکش اتاق آقای مهندس یوانشی رو بهشون نشون بدید. بعدم ببرید سالن کنفرانس رو ببینن. ببین اگه چیزی کم و کسر هست براشون مهیا کنید. من خدمتون میرسم. برم باید خیلی ممنونم. امشب شام هم میدین آقای مهندس. شام. دوستان دقت داشته باشید. آقای مهندس جهانشیر مدت 15 سال ایران نبودن. و تا بخوان به فرهنگ ما عادت کنن یه مقداری زمان میبره. غربیا با مسئله تغذیه خیلی راحت برخورد میکنن. بله مهندس، شام هم میدیم. اصلا امشب همه جمع شدیم که یه مراسم به یاد موندنی رو برگزار کنیم مهندس. آفرین. دمتون گرم مهندس. گفتم اونا راحت برخورد میکنن. قشنگ صحبت کن. بفرمایید جناب مهندس. دفتر کار جناب مهندس جامعشید. خوش آمدید. خیلی خودم جا. خیر مقدم جناب مهندس. خیر مقدم جناب مهندس. اوچرتم. خیر مقدم جناب مهندس. خیر مقدم. خیلی خیلی ممنون. باکر زحمت یه ما بایدیم خود. خیر مقدم جناب مهندس. اوچرتم. خیر مقدم جناب مهندس. خیر مقدم جناب مهندس. خیر مقدم جناب مهندس. خیر مقدم جناب مهندس. خیلی باحالین. خیر مقدم جناب مهندس. آقا. مروصف. خیر مقدم جناب مهندس. بفرمایید. خوش آمدید. با اجازتون. 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 خیلی تریپ بالا هستن. فوق العاده. خب اینم اتاق جناب مهندس جهانشیر جوان. بابا خیلی تو زحمت افتادن اینا. عذرخواهی میکنم مهندس، میتونم چند لحظه وقت شریفتون رو بگیرم؟ یه مصاحبه کوتاه. مصاحبه؟ بر کجا؟ خیلی طول نمیکشه، خیلی کوتاهه. مرسی. خیلی ممنونم از آمدن مهندس. آی بابا یه چیزی جدید حال کنیم. بیا باج زدی ببینم که چی. خسته نمیشه. ممنون. جسارتا برای چه شبکه‌ای؟ داخلیه. جدی که پخش میشه؟ امشب پخش میشه. جان من بگیر. خب بگیر. نه ما اومدیم مهندسو در جریان بذاریم. نه میخوام بابا. آخه مقررات من میشه. نه من اختراع کردم میخوام تلویزیون نشون بده دیگه. بگیریم. بگی فقط بده نگیریم چی بگم؟ یه توضیحات در خصوص ابداعتون انژکتور کم مصرف برای بینندگان. به هموطنان تبریک و اینا خوش آمدم و میگیریم. آماده ای؟ سلام. با یه گزارش دیگه در خدمت شما هستیم. جناب آقای مهندس، لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید و در خصوص ابداعتون یعنی انژکتور کم مصرف توضیح بفرمایید. من این ناقابل چی؟ چیه؟ شون تو خادر علمی. خب معذرت میخوام، میشه شما یه خورده اونورتر تشریف بفرمایید؟ این نباشه. برای شما دو تایی بگیرید. خب نباشه. نه مهندس، من باید کنارشون باشم. خسته نشید. نباشه. اگه زحمتی نیست شما فقط اگه ممکنه موجز باشه برو تا برگزار میکنم. ممنون. مرسی. برو. بفهم. اون مسیر میگیریم مهندس. شما دیگه دست پاچم اصلا قول نشه. توضیحاتتون. سلام. با یه گزارش دیگه در خدمت شما هستیم. جناب آقای مهندس، لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید و در خصوص ابداعتون یعنی انژکتور کم مصرف توضیح بفرمایید. یه چیزی بهت میگم بیشتر هول کنی. بابا مادر پیرت گروگان ماست. بدون اینکه صدا در بیاد نام تا کام حرف بزنی راه میافتی دنبال ما سوار ماشین میشی. حرکت غلط هم کنی با یه تلفن میفرستنشون بود. در خصوص ابداعتون توضیح بیشتری بفرمایید مهندس. الانم به مشکل شرکت میگی میری یه ساعت برمیگردی مهندس. میخونم این کارو با یه تلفن میفرستنشون بود. شیفم شد؟ هلا تو هلا یه اتوار محصر الان کم شه. آنو من میرم زودی برمیگردم. بله؟ میگم من میرم زودی برمیگردم. بله. آقای مهندس لطفا توضیحات بیشتری در خصوص انژکتور. بسر بیه سوا شد. نگاه کن منو نگاه کجا میبینیم زود برمیگردیم. خیلی خب بگو اونجا که نگفتی کجا. گفتم یواش صحبت کن میریم زود برمیگردیم. آقا چی بالا هستی؟ مهندس مهندس.
مهندس جوانه. مهندس یکی دو ساعت تحمل کنی آب از آب تکون نمیخوره سواش از زن ننم الان کجا؟ خیالت راحت باشه مادر سیو سالمه سوار شو دیر میشه سوار شو مهندس چشمه چیه؟ سلام علیکم یا جنوب آیا علیکه سلام جنوب از چون موی اوگه این جنده آسان چون گو هم با جلوی سین رو جور دیده ده از سینه و چانگ ها جنجی آسان و ایوی آیا یا دو ساعت بیشتر وقت نداریم توضیحات لازم رو به منصور دادی یا نه؟ بله قربان منصور همون داداش علافه قبول کرد که امشب توی کنفرانس شرکت کنه جوری که آب از آب تکون نخوره الان هم دارم بچه ها آمادهش میکنن میاد اونجا چرندیاتی میگه که خود مهندس سعادتی با تیپا اونجا بیرونش کنه فقط مونده لباسه مهندس جهانشیر رو تن منصور جهانشیر کنیم زیاد دونو مایا فرمودن که دستو بردار همینو گفت دستو بردار فرمودن که به مهندس جهانشیر میگی تا آخر وقت امشب وقت داره که تمام اطلاعاتش رو روی کاغذ بیاره درباره انژکتور کم مصرف از تمام مراحل اعترافاتش هم باید فیلم برداری کنه سپس عطسه کردن و اضافه کردن که هیچ جایی نباید نامی از جناب دیو برده شه آدرس دفتر رو هیچ کس نباید بدونه و به مهندس هم بگید که اگر با ما همکاری نکنه کشته میشه دور ور ندار ننه منه تو کار نیست چه میگی بابا درست حرف زن دریوری ها چیه؟ اصلا چی میگی؟ چی میخوای؟ ما چیز دیگه ای ازت میخوایم چی؟ اطلاعات تمام اطلاعات تو راجع به انژکتور کم مصرف در اختیارمون میذاره کی؟ تو ببین داداش جونت دست ماست اگه بخوای سوسه بیای یا این دست اون دست کنه کار داداشون تمومه خیلی خوب خیلی خوب لباسامو چی کارش کردین؟ چی لباسامو در آوردین؟ لباساتو بلدیم تن داداشونت کنیم بذار یه دو سه ساعت تموم مهندس باشه مگه چی میشه؟ بخنده؟ نه امروز همش خالگیری بابا مهندس چه میدونم سلام سلام شما عزیزم قربان شما میشه لطف کنید بفرمایید شما از کدوم کشور خیر نه نمیتونم بفرمایید حداقل یه سوال داشتم ببخشید یه سوال من آقایون بفرمایید گفتگو نمیکنم شرمنده شما شما از کدوم کمپانی تشریف آوردید بفرمایید. آقایون خیلی متشکرم زحمت کشیدید برای ویلچر ممنونم. آقا بفرمایید. منصور قناری منصور قناری که میگن تویی؟ بیا اینا رو بگیرم به موهات. قشنگ چسبون کف سرت. قشنگ چسبون کف سرت. گنده لطه من میخوام اینها داشت مهندست بشی این خونش
پس چی شد سنوبری؟ پنج دقیقه دیگه جلسه شروع میشه. قربونتون برم، دو نفر اومده بودم برای مصاحبه، خبرنگار بودم. بعد من دیدم به صورت ناگهانی پیچیده ای ناپدید شد. بفرما، شاهدم از غیب رسید. بگین دیگه خانم چجوری ناپدید شدن؟ چی شد؟ مهندس موقع رفتن گفتن که زود برمیگردن. اونم داشتن تا دم در ازشون فیلم برداری میکردن. بفرما. من از صبح شما رو مأمور کردم که چنین اتفاقی نیفته. عقد گذاشتین زمانی که جلسه هست و قرار خواهد بود. خب این مهندس اومد یا نه؟ نه بابا جون، نیومده هنوز. داد شانس ما رو. خبرنگاری کجا بودن حالا؟ خبرنگار گفتن داخلی هم بگم. مجوز داشت یا نه؟ بعد از این همه مدت تو هنوز نمیدونی که اونا بدون مجوز حق تصریح برداری ندارن؟ یه کارایی میکنی سنو بریم. بیا اینم لباسات. بس چی اینجوری حرف میزنی؟ تو مثل آدم نمیتونه حرف بزنی. دوست دارم اینطوری حرف بزنم. مشکلی داری؟ من مریضی یا تو به خوبی داری حرف بزنی؟ با نکن این کار زشت. زود باش، فقط یادت نره که داداش چونت دست ماست. خیلی حواستون رو جمع کنید آقا لاته. خیلی حواستون جمع کن. دلم میخواد مهندس نباشی. متاسفانه مهندس جهانشیر چند ساعتیه که غیبشون زده. برای تک تک شما مردم و دریافت جایزه بسیار بزرگ توسط آقای مهندس که یه افتخار بسیار بزرگ. خوشبختانه مسی که ایشون تشریف آورده. حواست جمع کن. اگه بخوای سوسه بیای حرف اضافه بذاری با یه تلفن کار داداشه تمومه. حالیته؟ مهندس بابا خیلی مخلصیم. کجایی؟ من معذرت میخوام، یه خود مصاحبه ما طول کشید. البته خدمت خانم منشی عرض کرده بودیم که خیلی سریع برمیگردیم. آقای مهندس در خدمت شما هستیم. بفرمایید. بریم اونجا هم بگیریم سریع. بفرمایید آقای مهندس. بفرمایید. سلام. جناب مهندس جانشی، شما کی وارد کشور شدیم و برای آینده چه برنامه‌ای دارید؟ عذر میخوام، توضیح میدم ببخشید. قبض رو شدم. مسعودم تو کجایی؟ عذر میخوام. مهندس جان بریم. میتونم مجوز شما رو ببینم؟ بله بله حتما، بعد از جلسه. بینندگان عزیز با ما همراه باشید با آخرین بخش این گزارش. این چی اینجا کشیدی؟ انژکتور دیگه. اینا این انژکتور، این اینا بخار میکنه، پروانه میچرخه، بعد باباش میتونه این رانندگی کنه، بچه‌شو از مدرسه و بیاره خونه، دوباره دور بزنه ببره دوباره مدرسه. این مزخرفات چیه اینجا کشیده؟ بته بابا چیه؟ بکری من تمام اطلاعات قلمه تحت اختیارت میذارم. کور خوندی بابا؟ من تا نفهمم ننم سالمه هیچ کاری نمیکنم. اول با یه تلفن بذارم به ننم، وقتی فهمیدم سالمه بقیه انژکتور رو باید بکشم. اینجوری کاپوتو میذارم بالا بقیهش میکشم. خیلی خوب، شماره شو بگو من بگیرم. زرش بکری من شماره ننم رو میدم به تو، بده خودم بگیرم. خیلی تشکر میکنم از اینکه لطف کردین و تشریف آوردین. راستشو بخواین من نمیدونم چی باید بگم. جناب مهندس جهانشیر، شما نزدیک به 15 سال ایران نبودین. حالا که با این ابتکار به ایران برگشتین چه احساسی دارین؟ آشنایی شما با مهندس سعادتی به چه سالی برمیگرده؟ آیا دوست دارین این انژکتور رو همینجا به ثبت و تولید انبوه برسونید؟ من خیلی خیلی خوشحالم از این اتفاقی که افتاده و احساس خیلی خوبی دارم، ولی واقعا شاید اصلا تولید انبوهی در کار نباشه. محسود جان اتفاقی افتاده؟ نه چیزی نیست، عرض میکنم. خب تو باور کنید از اینکه تشریف آوردین خیلی خوشحالم، از اینکه بله من رو حمایت میکنید. بله 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 خودم هم بفرمایید شما. بله چی؟ مخلصی؟ منصور ببینید یه لحظه من امروز کیو بعد از تو آپارتمان دیدم؟ دمت گرم آقا منصور.
بله 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 خیالتون تخت راحت. بله بله باشه، من یادداشت میکنم، شما بفرمایید. برید نشون به اون نشون که یه خال رو کمرشه. خال بابا، خال، خال رو کمرمونه، رو کمر داشت مسعود، یه خاله. آره آره آره، بنویس خیالش راحت بشه بابت من. آره آره، سر دلن نمیده. آره بهش بگو مهندس باش مشتی. مهندس باش مشتی، بله. آقا منصور، مواظب به خودتون باشی. خدافظ شما. به نام پروردگار هستی، قبل از اینکه صحبتام رو شروع کنم خیلی دلم میخواد از کسی تشکر کنم که تو همه این سالها پشتیبان من بوده. جونم، آره آره آره، بلدم دیگه، سر سمت چپیه رو میگی دیگه. باشه باشه، خداحافظ. فری، فری، بجو بجو بجو. یک ایرانی هستم و افتخار دارم که امروز اعلام کنم انژکتور کم مصرفی رو اختراع کردم که بین 30 تا 40% مصرف سوخت رو کاهش میده. تقدیم کنم به وطنم ایران و همینطور به هموطنانم. و به یاری پروردگار هر چه زودتر این انژکتور کم مصرف رو در همین شرکت و در وطن عزیزمون ایران به تولید انبوه میرسونم. من تا 15 سالگی در مکانیکی جناب سعادتی برای تأمین هزینه تحصیلم کار میکردم. مهندس سعادتی مثل یک پدر منو مورد لطف خودشون قرار دادن. خدا رو خیلی خیلی شاکرم که تونستم با تلاش جواب مثبت به اعتماد ایشون بدم. در سراسر جهان میتونه مبتکر باشه. واقعا جوون ایرانی یعنی یه جوون خلاق. اگر جوون ایرانی به عزت نفسش ایمان داشته باشه و کمی حمایت بشه، واقعا در هر جای این کره خاکی میتونه کوه رو جابجا کنه. دلم میخواد اینجا از پیرزنی تشکر کنم، فرشته‌ای که تمام دوران جوانی و زیباییش رو، بیناییش، شنواییش، همه هستیش رو برای من گذاشت تا به جایی برسم. آقا مسعوده 15 سال دوری من رو تحمل کرد، به هیچ وقت فرصت نشد که ازش تشکر کنم یا واقعا کاری براش انجام بدم. شاید این اختراع برای مادرم، برای وطنم، ذره ای از اون زحمتهایی که کشیده رو جبران کنه. همینجا از برادر دوقلوم، برادر عزیزم منصور جهانشیر تشکر میکنم.
با تمام شیطنتاش دوستش دارم و اگر اون نبود من نمیتونستم با خیال راحت غربت رو تحمل کنم و درس بخونم. ای کاش اینجا بود و عاشقانه تو آغوشم میگرفتمش و ازش تشکر میکردم، ولی الان منصور برادرم تو دردسر افتاده به خاطر حضور من. داداش نوکرتم، مادر نزنه که سر خود داشته تو دردسر بندازه. منصور داداش حسینه، حسینه اینا همونه؟ خودشونه. موجون هستی نسنه سو بدونه دیو آیتانا. عزیزان جناب لیو می فرمون. جناب لیو نزن سب کن بزن نزن بزنم یا نزنم؟ یه سب کن بابا سب کن. حالا بزن. ایول دیدی درست کردم با ما این کاره این تو من دستکم گرفتی ها. بچه بیان. ایول دست طلا عزیزم. بیا بچه ده بگیر حوصله ندارم. ببخشید ننه حالا میموندی نهار دیگه قربونه ننه و بریم ساساتو بخوابون. برو تو برو نه بیا بریم برین به امید خدا. سری بعدی اومدن. برین چه بچه شیطونی. برو سری بعدی دارن میان. الهی قربونشون برن. سلام اکرام خانم، حال شما خوبی؟ سلام خانم داداش، مخلصی. چطوری اکی خانم؟ خوبی زنده داداش؟ خیلی مخلصی. ببخش شهرمنده من نمیام خدمتتا تو ما هر گاز بردارم قبول شده لاکردا. خانده داشت نمیشه شما یه موتوری میساختی یه موتوری چیزی اختراع میکردی که این استارت نستارت نخواد یک کیلومتر دیگه خاموشه. خیالی بابا دست طلا با همه فعلا بفرما. چرا گیر دادی به این ماشین؟ ما که میتونیم 100 دقیقه بهتره بخریم. این روان خرابه. دوست دارم خودم ماشین رو درستش کنم سوار شیم. حرفی داری؟ به خودت بشی بسار شد. تو نمیتونی؟ درستش آقا یه دقیقه قربونه دیگه دستی از این روشن شه. بابا شالکه علی نزنی ها میتونه روشن کنه؟ آره بله بچه ها تن؟ آره باشاله گلی آره ای بابا صد دفعه گفتم اینو بفروشی درستشو بخری. به اعصابت مسلط باش. آره قیافت خیلی آشناست. کدوم دبیرستان درس خوندی؟ گلها. ولی فکر کنم تو وحید درس خوندی یا قیافت خیلی آشنا. طالب هل کن کلنج هل کن